کس نمی تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا سلام و درود و احترام خدمت یکایک بینندگان و سروران گرامی ایمان سلیمانی امیری. در روز پنجشنبه 13 مهر ماه برابر با 5 ماه اکتبر در خدمت شما هستیم. یه برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها. در این برنامه پیرو و ادامه مباحث برنامه گذشته است، یعنی بحث ورشکستگی برای عقاید باورها که خب میتونن تبدیل بشن به سنتها، نهادها و در فرهنگ یک جامعه متجلی و متبلور بشن، به دلیل اینکه ما گاهی فکر میکنیم آنچه که امروز به عنوان یک باور، یک اعتقاد و چه بسا یک نهاد، یک ساختار و سنت داریم، از همان ابتدا دست نخورده به شکل قطعی، حتمی و یقینی به دست ما رسیده و وظیفه ما همین است که از این پاسداری بکنیم، جان خودمون رو بدیم که از این عقاید پاسداری بکنیم. اگر شما با دوستان مسلمان صحبت میکنید، حالا چه شیعه چه اهل تسنن، کسانی که عقاید و باورهای خودشون رو از مطالعات نگرفتن بلکه به شکل سنتی در درون خانواده، مدرسه اینها رو شنیدن و باور دارن، میاندیشن که تشیع همین بوده، از روز اول هم با همین حجم قطوری از مسائل کلامی، فقهی، روایی به دست ما رسیده و لذا ما هم وظیفه پاسداری از اون رو داریم. وقتی ما به ریشه این عقاید نگاه میکنیم، میبینیم نه، این گونه نبودن، بلکه در طول صده ها و هزاره ها هست که این سنت ها در درون یک جامعه تثبیت میشن. همه اینها دوران طفولیت داشتن، مثل یک طفل کوچک بودن، توسط اندیشه های دیگر، توسط اشخاص مختلف ارتزاق کردن، بزرگ شدن، تناور شدن و آرام آرام هم به دنبال گذر زمان و تضارب و تضاهم با افکار دیگر به دوران کهنسالی و پیری میرسن و به مرور زمان از صحنه جامعه محو میشن. همین دلیله که اگر ما با یک ماشین زمان برگردیم به 500 سال قبل، 600 سال قبل، چه بسا در درون یک جامعه‌ای خواهیم بود که مناسباتش برای ما قابل درک نیست یا قابل پسند نیست. اگر به درون یک خانواده بریم، مناسبات یک خانواده را نگاه بکنیم، به هیچ عنوان با ارزش‌های امروزی منطبق نیست. آنچه که امروز در جامعه ما هم داره رخ میده همینه، یعنی شورش و قیام در برابر ارزش‌هایی که مربوط به دوران ما نیست. میخوان جامعه ما توسط فقهایی اداره بشه که حق حکمرانی خودش رو از روایت‌هایی مربوط به 1200 سال قبل گرفته. میخواد مناسبات اجتماعی ما رو بر اساس احکامی سازمان بده که از اندیشه فکری و محیطی افرادی به وجود آمده که 1400 سال قبل زندگی کردن. و این سبک زندگی، این سبک حکمرانی مورد پسند ما نیست، با ارزش‌های ما مطابقت نمی‌کنه. در جهان مسیحیت هم همین بوده. انقلاب‌هایی که در جوامع غربی رخ داده، قبل از اینکه مردم به خیابان‌ها بیان، توسط اندیشمندان، روشنگران، روشنفکران و نخبگان جامعه آرام آرام از اندیشه‌های فکری آغاز شد و این افکار در درون جامعه منتشر شد و انسان‌هایی احساس کردند که بله، میتوان آن چیزی که سرنوشت محتوم و محکوم ما هست رو عوض کنیم.
این گونه نیست که خداوند برای ما فقها رو برگزیده که بر ما حکمرانی بکنه. این گونه نیست که خداوند برای ما برگزیده که خانواده‌ای فره ایزدی دارن و بر ما حکومت بکنه. خیر. این گونه نیست که اجداد ما برای ما سنت‌ها و قوانین رو تبیین کردن و ما هم موظف به زیستن ذیل این قوانین هستیم. کانت در مقاله روشنگری چیست؟ به همین مسئله اشاره می‌کنه. که روشنگری یعنی بیرون آمدن از قید قیمومیت دیگران. یعنی کسی قیم من نیست که برام تصمیم بگیره، چون فرض قیمومیت این است که من صغیرم، دارای تفکر نیستم. وقتی در قرآن میگوید الرجال قوامون علی النساء، قیمومیت مردان بر زنان نتیجه یک مقدمه است و آن مقدمه این است که زنان دارای عقل و درایت لازم نیستن، لذا نیاز به قیم دارن. در گذشته هم این تبعیض‌ها وجود داشت. به نوعی در درون سنن جوامع مختلف مردان و زنان و بردگان و گروه‌هایی بودند که هیچ وقت در این اندیشه نبودند که ما دارای یک حقوق دیگری هستیم. همیشه بردگان فکر میکردن که برده هستن، حالا باباشون بوده اینو هم هستن، فرزندانشون هم خواهند بود، یه اربابی هم دارن، حالا اگر شانسشون باشه ارباب کمی مهربان تر باشه، یا اگر نه ارباب بده از خدا بخوایم که او رو اصلاح بکنه، یا با مردن ارباب وارث او در حق ما یک خیر و نیکی روا داره. زنان هم همین گونه بودن. زنان هم میاندیشیدن که همیشه تحت قیمومیت مردانن. برخی از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی محل حضور اونها نیست، باید برگردن در درون خانه، قرین خانه ها باشن. اما همه این مناسبات دگرگون شد. خاطر اندیشمندانی که سعی کردن این فضا رو دگرگون کنن. در نوبت گذشته به این بخش رسیدیم که گاهی نفی سنت ها، نفی آنچه در گذشته بوده و تثبیت وضعیت فعلی به شکل سیستماتیک انجام میشه. یعنی دارای یک نظم خودجوش نیست، بلکه به شکل سیستماتیک توسط کسانی که دارای قدرت هستند، که خب غالبا حاکمان دارای چنین خصیصه‌ای هستند، در درون جامعه یک اندیشه‌ای به شکل سیستماتیک تحمیل میشه. از پایین ترین سطح اون که استبداد باشه بگیرید تا بالاترین سطح اون که رژیم های توتالیتر هستن. توتالیتاریسم یعنی یک رژیم تمامیت خواه، به این معنا که همه جنبه های زندگی انسان ها زیر نظر دولت هست، زیر نظر حکومته. خب این حکومت ها هم بر روی یک ایدئولوژی استوارن. اسلام یک اندیشه توتالیتر، به دلیل اینکه برای جزئی ترین امور شما تصمیم گرفته. دیگه در این حوزه ها شما تفاوتی بین حوزه خصوصی با حوزه عمومی نمیبینید، بلکه اسلام در درون خانه هم برای شما برنامه داره. در مناسبات اجتماعی دیگه فرقی بین حوزه اقتصاد و هنر و ادبیات و علم و دانش و اینها نیست، چون اسلام برای همین ها برنامه داره. اصلا کدوم علم علم خوبه، کدوم علم علم گمراه کننده است، کدوم علم علمی هستش که داشتن و نداشتنش چندان ضرر و فایده ای نداره، همه رو اسلام تعیین کرده. یعنی اساس تفکر اسلامی دارای اندیشه های توتالیتر هست. وقتی از قبل این اندیشه حکومت تشکیل میشه، حاکمانی قدرت میگیرن، طبیعی است اون برنامه ها اونها رو مجاز میکنه که در زندگی شخصی شما دخالت میکنه. یعنی ما اگر ندونیم در کدام دام اندیشه ها داریم میفتیم، در نتیجه کسی رو بر میکشیم، طالب حکومتی هستیم که دیگه برای ما دیگه آزادی نداره. شما فرض کنید یک نفر دنبال آزادی باشه، اما بگه من حکومت اسلامی میخوام،
استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. اگر کسی اندکی با این مفاهیم آشنا باشه میفهمه اصلا اسلام اساسش بر تسلیمه، نه بر آزادی. نیستیم در برابر خدا، تسلیم در برابر اولوالامر حاکم، تسلیم در برابر احکام اسلامی. دیگه شما در دل این اسلام که نمیتونید آزادی پیدا بکنید، یا نمیدانیم چه کلماتی رو در کنار هم به کار میبریم، یا اینکه اساسا فکر میکنیم که واقعا این کلمات کنار هم سازگارن، ولی وقتی از اونها میخواید تبیین کنید که چگونه اینها در کنار هم هستن، میبینید دچار یک تناقض میشید. نمیشه هم آزاد بود هم مسلمان بود، نشدنیست. اساس اسلام یعنی تسلیم در برابر خدا و رسول، تسلیم در برابر اوامر و نواهی شریعت، مذهب، دین. این رژیم ها با اون برنامه هایی که دارن سعی میکنن تمام جنبه های زندگی انسان ها رو زیر نظر بگیرن. همین رو شما در شوروی کمونیستی دیدید. اساس کمونیسم بر مسئله اقتصادی است. ما برای اینکه بتواند به اون جامعه کمونیستی برسه، نیاز داره وارد فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشه، دیکتاتوری پرولتاریا رو ایجاد بکنه تا بتونه وارد سوسیالیسم بشه، بعد وارد کمونیسم بشه و چیزهای دیگه. اما این فرایند بدون هزینه نیست. اونجاست که شما به گولاک ها فرستاده میشید، اونجاست که تسویه حساب ها صورت میگیره. این فرایند بر روی کاغذه، اما وقتی به عمل در میاد خسارتش رو خواهید دید. اگر دختران ما امروز در خیابان کتک میخورن، به خاطر خبط و خطای پدران ماست، کسانی که دنبال اندیشه ای رفتن که حقوق مسلم و بنیادین مردم رو سلب میکنه. به زن اجازه نمیده تو خونت چطور رفتار کنی، چه برسه به این که در خیابان در ملأ عام دختری بخواد بی‌حجاب باشه یا با پسری آزادانه معاشرت بکنه، رفت آمد بکنه. همیت بحث بازشناسی باورها همینه. ما تاوان چه چیزی رو میدیم؟ مغالطات و سفسطه ها و تعارفات رو کنار بذاریم. اکثر جامعه ما مسلمانن، اونها ناراحت میشن. یک کشور در حال ناراحتی است. به خاطر همین افکار. در برنامه گذشته وعده دادم نگاهی بندازیم به یک مقاله‌ای به نام فضیلت دروغ، نوشته آقای لشک کولاکوفسکی، که او سعی میکنه نشان بده چرا در رژیم‌های توتالیتر سعی میشه یک تاریخ جدید ساخته بشه. یعنی گذشته رو نفی میکنن، اون رو فاسد میدونن، دیگه اگر هم نتونن اون رو نفی بکنن به یک تئوری‌های توطئه ربطش میدن. یعنی اگر خدمات مثلا یک رژیمی، یک اندیشه‌ای وجود داره، میگن نه اینها در خدمت یک برنامه خاصی بوده، وگرنه شما در دل این کارهای خوب خوبی نبین. ببینیم آقای کولاکوفسکی چه میگه. یه بخشایش رو به عقیده من اهمیت داره که بخوانیم. ایشان در این مقاله سعی میکنه از رمان آقای اورول استفاده بکنه، رمان 1984، که جورج اورول سعی میکنه یک جامعه خیالی در انگلستان رو بسازه، اما حکومتی توتالیتر با نگاه سوسیالیستی بر اون حاکمه. این حکومت خب کارمندانی داره، وزارتخونه هایی داره، سعی میکنه زندگی تک تک مردم رو زیر رصد بگیره، زیر نگاه خودش بگیره و اونها رو پرورش بده همون گونه که خودش میخواد. بسیاری از رژیم های توتالیتر همین کارو میکنن، از طریق نهاد آموزش و پرورش، قانونگذاری، ساختارسازی، انسان های مطلوب خودشونو پرورش میدن.
برای همینه که شما در برخی از فرقه های سیاسی اگر نگاه بکنید بعد از 20 سال 30 سال افراد با این که از اون کمپ ها بیرون میان ولی همونن، یعنی فرهنگ سیاسیشون همونه. دلو بهش اشاره خواهیم کرد. ببینیم آقای کولاکوفسکی چه میگه. ایشون اشاره میکنه که خب یه قهرمانی داره این رمان آی وینستون و او در یک وزارتخونه ای کار میکنه به نام وزارت حقیقت، اما کار وزارتخونه حقیقت ساختن جعلیاته، حذف کردن حقایقه، ساختن یک حقایق جدید و جایگزین کردن به نام حقیقت که در واقع در یک فرایندی به نام مهار واقعیت رخ میده. یعنی ما سعی کنیم واقعیت چیزی باشه که ما به مردم میگیم، نه اون چیزی که بیرون میشنون، نه اون چیزی که دیگران میگن، و سعی میکنیم به مردم بگیم سلیمانی اگه حرفی میزنه دشمنته، صلاتو نمیخواد. واقعیت اون چیزی که من آخوند به تو میگم، واقعیت اون چیزی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه، اون چیزی نیست که شما تو شبکه های ماهواره‌ای نگاه میکنی. اینها برای ما عینیه، باش زندگی کردیم دیدیم. و یه کولاکوفسکی اینگونه میاره: وظیفه کارکنان وزارت حقیقت که قهرمان اورول در 1984 در آن مشغول به کار است چیست؟ آنها علائم و اسناد گذشته را نابود میکنند، چاپهای جدیدی از روزنامه ها و کتابهای قدیمی منتشر میسازند، میدانند که روایات جدید و دستکاری شده به زودی جای خود را به روایتی از نوع اصلاح شده خواهد سپرد. هدف آنها این است که مردم را وادار به فراموشی همه چیز کنند، همه واقعیت، همه واژه ها، همه مردگان و نام همه اماکن. و دقیقا درست میگه. من عرض کردم اسلام از زمانی که آمد سعی کرد هر آنچه عرب گذشته به او داده رو به عنوان عرب جاهلی معرفی بکنه، با یک لفظ جاهلی سعی کرده اونها رو نادان بدونه و بگه حقیقت، واقعیت و درستی آن چیزی که من به شما دارم میگم اونا جهله، من میگم دانایی است. در تاریخ هم همین بود. رژیم هایی که دستشان رسیده کتاب سوزان کردن. چرا؟ چون نمیخواستن مردم سرزمین های دیگه از علوم و دانشی که وجود داشته بهره برداری کنن. شما کتاب سوزانی که در ایران در مصر توسط مسلمانان رخ داده رو در نظر بگیرید، نه چیزی نیست که ما گفته باشیم. ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش در جلد دوم که به مسائل علم میپردازه در اون بخش علوم عقلی اشاره میکنه. کتاب سوزانی که مسلمانان جهادگر با فتح ایران انجام داد. هدف چیست؟ هدف اینی که انسان ها به غیر از قرآن و احکام شرع علوم دیگری رو یاد نگیرن که در ذهنشون تشکیک حاصل بشه، شک بکنن، بیاندیشن، یا اساسا مردم ممالک مفتوحه رو دارای خرد بدونن، بگن نه ما ایم که به اونها حق دادیم، ما ایم که به اونها آزادی دادیم، ما ایم که به اونها دانایی دادیم. این کتاب سوزان رو در زمان آلمان نازی، در شوروی کمونیستی، در چین ماو، روش مشترکی است. اگر دستشون برسه کتاب ها رو نابود میکنه، اگر دستشون نرسه خب کتاب ها منتشر شده باشه یا فضا به نحوی باشه که نشه اون رو جلوشو گرفت، سعی میکنن دانشگاه ها رو با انقلاب های فرهنگی و انواع و اقسام اینها خالی کنن از اون محتوا، یعنی اون چیزی باشه که ما میگیم. اگر یک کمونیست حرفی زده غلطه، اگر یک لیبرالیست حرفی زده غلطه، اگر یک مسیحی حرفی زده غلطه، فقط من آخون هرچی گفتم درست. بنابراین نام ها رو تغییر میدن. شما امروز در جمهوری اسلامی هم همین، نام های خیابان ها رو تغییر میدن، نام های اماکن رو تغییر میدن. شما یادتون میره که این استادیوم چه زمانی ساخته شده،
این خیابان چه زمانی ساخته شد، چون نامهای حکومتی بر روی اون قرار داده میشه که دیگه سوابقش از ذهن مردم پاک میشه. نامهای کتاب ها تغییر میکنه اگه نتونن حذفش کنن. ادامه میده آقای پولاکوفسکی: هدف غایی و همیشگی نظام‌های توتالیتر همین است. آنان که خاطرات شخصی و جمعیشان مصادره شده، یعنی اون مردمی که به مرور زمان در درون این نظام‌ها بار اومدن، اینطوری بار اومدن، فرقه ها، گروه ها، شما دارید از این فرقه ها، یه گروه های شبه مذهبی هستن، عرفانی هستن، سیاسی هستن، که بهشون اجازه نمیدن کتاب های دیگر رو بخونید. شما فقط همون کتاب برادر فلانی رو باید بخونید، کتاب های رفیق فلانی رو باید بخونید، کتاب های امام فلانی رو باید بخونید. حق نداری کتابی بیاری که مربوط به یه اندیشه ای باشه که باهاش سر ناسازگاری داری، وگرنه مسئله داری. دیدید شبه فرقه ها، گروه های سیاسی بلافاصله با این انگ ها مسئله دار، شکاک، بدعتگذار، منافق، همه اینها برچسب زنی هایی است که میخوان بگن تو به دنبال اندیشه های دیگه نرو، فکر دیگه رو تو ما ترویج نکن. من برادر اون بالا نشستم به شما میگم چی کار بکن چی کار نکن، شما اون پایین منو تشویق کن، به خاطر اینکه اونها رو در اختیار بگیره، مصادره بکنه، ذهن اونها رو مصادره بود. مملوک دولتم و بازیچه دستی بیش نیستم و به راحتی قابل اداره هستم و یک سره در بند حکام خیشم. هویت خود را از کف دادن، بله، وقتی به ما میگن هویت ما اسلامی است، یعنی ما دیگه چیزی از هویت ایرانی ندادیم، هویت ما فقط اسلامی است. گاهی حتی کار به جایی میرسه که هویت انسانی رو هم از ما میگیرن، در ذیل اون اعتقاد معنا میشه، وگرنه اگر اون هویت اعتقادی تو از دست بدی اصلا انسان هم نیستی، باید حذف شی. در نزد اندیشه های افرادی مثل هیتلر انسان ها به چند دسته بودن، یه انسان های تمدن سازن، نژاد آریایی، یه عده انسان هایی هستن که تمدن رو حفظ میکنن، یه عده دیگه که تمدن رو نابود میکنن مثل اسلاف ها، یهودیان و گروه های دیگه. خب چه باید بکنیم حالا با اونها؟ خب باید نابودشون کنیم، یعنی اون هویت انسان زدایی میکن. و امروز هم ما داریم اینا افراد بدوی و بدوی نبودن، اینا کسانی بودن در جامعه آلمان بزرگ شدن، جامعه‌ای که در اون ادیبان بزرگ، سیاسیون بزرگ هم بود. اما وقتی ذهنتون رو در اختیار یک حاکم قرار میدید و او هم ساختارها رو به دست میگیره، انسانهای مطلوب خودش رو میسازه. هدف از انقلاب فرهنگی در دانشگاه همین بود دیگه. امروز هم اگر شما میبینید دانشگاه ها رو تصفیه میکنن، هدفشون چیه به نظر شما؟ برای اینکه استادی نیاد یه چیز دیگه ای بگه برخلاف اون نگاهی که ما میخوایم به دانشجو بدیم. اینکه امروز مردم ما آگاه شدن به دلیل اینه که از جای دیگری اون اطلاعات رو گرفتن. جمهوری اسلامی بلافاصله سعی میکنه اینترنت رو قطع بکنه، شبکه های آگاهی و اطلاع رسانی رو قطع بکنه، برای همینه میخواد انسان ها رو اختیار خودش بگیره. هویت خود را از کف دادند، عبد و عبیدند و توان تردید در شنیده های خود ندارند. هرگز طغیان نمی کنند، هرگز نمی اندیشند و هیچگاه چیزی نخواهند آفرید، به شیعی مرده بدل می شود. معیاری برای حقیقت وجود نخواهد داشت. تنها معیار همان حرف هایی است که در هر لحظه معین از طرف متولیان ایدئولوژی حاکم به زبان می آید. بدین سان دروغ عین حقیقت می شود. یا دست کم وجه تمایز متعارف میان دروغ و حقیقت از میان می رود. دستاورد شناخت شناسی عظیم توتالیتاریسم همین است.
نمیتوان دروغ به دروغگویی متهمش کرد، زیرا توانسته است نفس اندیشه حقیقت را از میان بردارد. هدف دروغ توتالیتاریستی مصادره ذهنی و اخلاقی کامل مردم است. یه بسیار مهم است. جامعه‌ای که ذیل اون تبلیغات و افکار تبدیل میشه به یک جامعه مرده و گاهی اثرات مخربش به قدری شدیده که برای گذار از اون شرایط نیاز به دو سه نسل زمان میبره. شما اقتصاد خراب رو میتونید ظرف 10 سال درست بکنید. ما وقتی فرهنگ یک جامعه، اخلاقیات یک جامعه، سنت های یک جامعه فرو میپاشه، به سادگی درست نمیشه. راه فرهنگی زمان بره. شما به برخی از این گروه های سیاسی نگاه بکنید، افرادی که سالها در کمپ های مختلف بودن در عراق، در جایی دیگه، بیرون میان از اون کمپ. ما به قدری آموزش ایدئولوژیک در اونها بسیار قوی شده، سفت و سخت شده، غالبا به پارانویا دوچارن، یعنی بیماران پارانویدی هن. کسانی که توهم توطئه دارن، چون زمانی که وارد اون گروه شدن بهشون گفتن که آقا اینا مستشاران خارجی هستن، بریم اینا رو ترور بکنیم. خب خودشون رو در اختیار برادر فلانی قرار دادن، رفتن در خیابان ترور کردن. دوباره برادر گفت آقا این امام خوبه ها، بریم با اون اتحاد بکنیم، شاه رو بندازیم. چون توانایی اندیشه نداشتن گفتن بسیار، این بار هم حق با برادر فلانی، رفتن. دوباره بردنشون در عراق، در جای دیگری، گفتن ببینید این بار باید با صدام همکاری بکنیم، بریم به ایران حمله کنیم. گفتن بسیار عالی. آمدند و در اون تنگه چارزبر ماندن و برگشتن. بعد دوباره آمدن گفتن که خب حالا از این کمپ ها بزنیم بیرون بریم. اما اون بیماری توطئه همیشه در اینا هست، چون همیشه در اونها این ویژگی وجود داره که ما یه دشمن داریم، همیشه دشمن. در اون ایدئولوژی یاد گرفتن که دیگران اگر دارن حتی خوبی هم به شما میکنن، مراقب باشید، دارن توطئه میکنن. یعنی فرهنگ یک جامعه از کودکی بحث شیطان رو در اون فرهنگ داره که همیشه میتونه گولت بزنه، گاهی در زیبایی یک زن، گاهی در یک جام شراب، گاهی در پول، در همه جا شما تجلی شیطان رو میبینی از کودکی. اشتباه هم میکنی میگه شیطان گولش زد، وگرنه پسر من پسر بعدی نیست، شیطان گولش زد. از دل این وقایع شما همیشه یاد میگیری یکی منتظر توطئه بکنه بر علیه شما. نرخی فرهنگ های سیاسی همین رو به شما تزریق میکنن در جزواتشون، در کتابهاشون، که ما یک دشمن جهانی داریم، یک دشمن داخلی داریم، یک دشمن بیرونی داریم. یکی از ویژگی های فاشیسم همینه، ساختن دشمن. در آلمان نازی شما دو دشمن داری، یک دشمن جهانیست، کمونیسم، لیبرالیسم، اینا همه دشمنان ما هست. یه دشمن هم داخلیه، یهودیا، کسایی که اقتصاد ما رو خراب کردن. در جمهوری اسلامی هم همینه، ما یه دشمن بیرونی داریم، آمریکای جهانخوار. یه دشمن هم داخلی داریم، گروه های مخایر ما، اینا هم دشمن هم. یعنی زندگی شما مملو از دشمنه، بدون دشمن میمیرید. اینهایی که از این کمپ ها بیرون اومدن غالبشون همین گونه، یعنی آمادگی این رو دارن که به عنوان متخصصان فکر در مورد توطئه صحبت بکنن. داریم از این افراد زیاد داریم. کارشناس هم به حساب میان، مثلا در رسانه میشینن راجع به آقای الف، بدون کسی طرف رو بشناسه، همینجوری میگه آره این از خودشونه. آقای زم گفتم این از خودشونه، وزارت اطلاعات رو فرستاده به خارج،
یه سری اخبار بهش میده و هم همجوری میگه. بعد برگشت، یعنی در واقع او رو دزدیدن آیه غلازم رو، گفتن نه مأموریتش تموم شد برگشت. بعد که آقا اعدامش هم کردن و فلان، شروع کردن دوباره نه شاید فلان. ببینید مسئله بر سر همینه. من عرض کردم در برنامه گذشته، وقتی شما ذهنت دائما به دنبال توطئه هست که دیگران دارن در حق شما میکنن، اون پارانویایی که با اون درگیرید، خدمات یک سلسله رو میذارید به پای اینکه نخی در خدمت مثلا انگلستان بوده، راه آهن ساخته، دانشگاه ساخته، هدفش این بوده که فرهنگ غرب به داخل کشور ما رجوع بکنه، هدفش این نبوده ما با سواد بشیم. اگر اسلحه خریده، هدفش این نیست که ما بتونیم از مملکتمون دفاع بکنیم، هدفش اینه که پول بریزه تو جیب صنایع نظامی امریکا. یعنی همش جنبی رو در نظر میگیریم که توطئه چینی بر علیه ما رو قوی بود. امروز هم همین، هر کی مبارزه نه این یه توطئه پشتشه، و اگر اینجوری نبود اصلا. در واقع اینا بیماران پارانویدی هن. از مضحک بودن فضای سیاسی ما که اینه که اینا رو به عنوان کارشناس میاریم، نظر در مورد آقای فلانی چیه، خانم فلانی چیه، بدون هیچ سند مدرکی، پشت پرده خبرایی. خب مگه تو نابود پشت پرده هستی که ببینی؟ اگر هستی خب بله، تو هم حتما جز اونایی که پشت پرده خبر ده. اگر نیستی خب پشت پرده چه خبره؟ این رمان دایجان ناپلئون برای همین جور افراد ساخته شده، کسانی که دائما فکر میکنن اگه همسایهشون یه هندیه جاسوس انگلیسه. اگر باغچه‌شون گل نسترنی شکست کار انگلیسی هاست. مشقاسم یه جوری به من سلام کرد، انگلیسی ها با اون ارتباط برقرار کردن. وقتی فضای سیاسی و فکری خیلی از افراد اینطوره، که عرض کردم ریشه‌اش برمیگرده به اون فضای دینی، فضای فکری، فضای استبدادی، و بعد هم خب فرقه بازی ها و گروه بازی هایی که ذهن رو بسته کرده، محصولش میشه همین. و عواقبش چیست؟ عواقبش این است که دائما با این تئوری های توطئه هیچ وقت نمیشه با هم کار کرد، هیچ وقت نمیشه گروه متشکلی رو تشکیل داد. تا یک جمعی یه همبستگی اعلام میکنن، بیماران پارانویدی به اون آقا میگن که بیا بیرون، اینا مامورن ها، اینا با تو نیستن ها، اینا در شأن تو نیستن ها، بیا بیرون. طرف هم میاد بیرون، بعد ضررش رو کی دیده؟ این فضای فکری حاکمه، جایی که حسن زن تبدیل میشه به سوء زن، و دائما به دنبال این هستیم که دیگری در پس الفاظش میخواد به ما ضربه بزن. در نهایت آیفون هایک در کتاب راه بردگی به این مسئله تفکر اشاره میکنه، اینکه واقعا ما انسان ها درس کردم در برنامه پیشین، نمیتونیم از نتایج گزینش های خودمون فرار بکنیم. اگر آخوند رو انتخاب کردید، اگر اسلام رو انتخاب کردید، اگر حکومت دیدی خواستید، نتیجهش همینه. بعد از مهسا امینی ها امروز آرمیتا ها میان، فردا گروه های دیگر میان، و متاسفانه کار ما شده عزاداری به جای خوداندیشی، بازشناسی و بعد عمل و اقدام. فون هایک چه میگه؟ دو سه توصیه‌ای به ما داره خیلی مهمه در کتاب راه بردگی. اینا بزرگترین فیلسوفان سیاسی هم آی فریدریش فون هایک، آی لشک کولاکوفسکی، کارل پوپر، رابرت دال، خیلی از افراد دیگر، اندیشمندان در حوزه سیاست هم.
تذکر و توجه و تنبهشون به ماهاست، به مایی که هنوز درگیر این مسائلیم، نتونستیم بشناسیم دست به گزینش بزنیم. ایشون میگه اگر در بلند مدت ما سازندگان سرنوشت خود هستیم، در کوتاه مدت اسیر باورهایی هستیم که خلق نموده ایم. تنها اگر خطر را به موقع تشخیص دهیم میتوانیم به پیشگیری از آن امید داشته باشیم. اگر امروز تشخیص بدیم راهی که داریم میریم غلطه، میتونیم سریع جلوشو بگیریم. اگر تشخیص ندیم میرسیم به تای دره، میرسیم به کوچه بنبست، به انتها، حالا تازه باید دور بزنیم برگردیم. سال 50 هم این کارو کردیم. اگر خطر همپیمانی با خمینی رو تشخیص داده بودیم، حداقل رامون رو جدا میکردیم. ما وقتی رفتی تا تای خط که به دیواری میرسی که وقتی برگردی میبینی اون خلخالی جلوی نیروهای خودش داره فرمان آتش میده و تو هم بیخ دیواری. ارتشی که میگه من در مناسبات میان مردم و حکومت بی طرفم، پاسخ بی طرفیشو بر روی پشتبان مدرسه علوی میده. بی طرفی میان کی و کی؟ این که باورهای عمومی نسلمان ما را به کجا خواهد رساند، مسئله یک حزب نیست، بلکه مسئله هر یک از ماست. یعنی ما نمیتونیم بگیم ربطی به ما نداره، روشن فکرانمون ما رو گول زدن، آخوندا ما رو گول زدن. مگه شما فکر نداری؟ اگر عقل و فهم و شعور نداری، خب دیگه لایق دموکراسی نیستی. دموکراسی یعنی که همه انسان‌ها دارای یه عقلانیتی هستن که بتونن منافع خودشون رو تشخیص بدن، صلاح امور خودشون رو تشخیص بدن، منافع ملیشون رو تشخیص بدن. کسی که میگه من گول خوردم، من بلد نبودم، یعنی لایق دموکراسی هم نیستی. در دموکراسی ما رفع مسئولیت نداریم. یک سیاستمدار با اندیشه های حالا هر چیزی انتخاب کنی، عواقبش رو باید ببینی. اگر دنبال هیتلر میری، از صندوق های رای بیرونش میاری، باید منتظر اون فجایع باشی. اگر به سراغ یک سیاستمدار متعهد به کشور، به شهروند، به منافع ملی میری، عواقبش هم فرق مالزی با ما در همین. اونا دنبال سیاست مدارانی رفتن که به منافع ملیشون باور داشتن، علی رغم اینکه خوب اندیشه های اسلامی هم داشتن. اما ما دنبال یه آخوندی رفتیم که اصلا منافع ملی رو نمیفهمید، منافع خودش رو میفهمید و امت خودش رو، امت اسلام. و درک از آزادی نداره. آزادی رو ذیل قرآن و روایات و احادیث محدثین و تفسیر مبصرین و اینا معنا میکنه. در کوتاه مدت ما حاکم سرنوشت خودمون، و این مسئله یک حزب نیست، مسئله تک تک ماست. مسئله ای که اهمیت فوق العاده حیاتی دارد. و بعد نکته ای میگه که خیلی جالبه. آیا تراژدی بزرگتر از این وجود دارد که در تلاش آگاهانه برای شکل دادن به آینده خود مطابق با آرمانهای والا، ناخواسته ضد آن چیزی را به وجود آوریم که برای آن مبارزه کرده ایم؟ بله، ما سال 50 همین کارو کردیم. آرمانهای خیلی از گروه ها والا بود، دنبال آزادی بودن، دنبال دموکراسی بودن، اما با گزینش غلط چیزی رو برمغان آوردن که ضد همون ارزش ها بود. پس میشه انسانهایی اندیشه والا داشته باشن، اما ضد اون چیزی رو برای جامعه بیارن که داشتن اتفاقا باش مبارزه میکردن، در عدم گزینش مناسب. بعد آیفون هایک داره اشاره میکنه در مورد
جامعه‌ای مثل جامعه آلمان و کشورهای دیگر. نمی‌خواستیم تحولاتی که منجر به استبداد شده است را درک کنیم، چرا که یک چنین درکی ممکن است گرانمایه ترین توهم‌هایی را که ما محکوم به تبعیت از آنها هستیم نابود کند. امروز هم همینه. امروز هم حاضر نیستیم بپذیریم بسیاری از مشکلات جامعه ما حاصل یک حکومت دینی است، حکومتی که قوانین شریعت رو اجرا میکنه. حالا من خواهم خواند وقایعی که امروز داره رخ میده در مورد امر به معروف و نهی از منکر. ما قبل کمی درنگ کنیم، کمی بیاندیشیم. امروز اگر دنبال حقوق بشر هستیم، اگر دنبال آزادی هستیم، چه اندازه حاضر هستیم عقایدی که مغایر با این مطالبه ما هست و کنار بزنیم؟ چه اندازه حاضر هستیم براش مبارزه بکنیم؟ بله، خیلی از عقاید و سنن و ساختارهای ما برای ما عزیزن، یادآور خاطراتن، یه جور حس نوستالژیک میارن، اما اونا مانع از رسیدن ما به یک جامعه خوب هستن. شما تا بنای فرسوده رو خراب نکنید که جاش نمیتونید یه بنای خوب بسازید. نمیشه بر روی یک بنای فرسوده یک بنای دیگری ساخت، نه، پایه سسته، میریزه. همین دلیل اهمیت داره که شجاعت کنار گذاشتن خیلی از باورها، سنتها و نهادهای اشتباهمون رو داشته باشیم. تنبه آقای فون هایک به ما بر این اساسه. او به جامعه آلمان نظر داره، میگه شما نخواستید ببینید که استبداد چطور وارد میشه، خودتون هم همکاری کردید، چون احساس کردید که اگر بخواید با این روش حرکت کنید یه سری سنت های خودتون رو باید رها کنید، یه سری باورهای خودتون رو باید زیر پا بذارید و نکردید این کار. امروز هم برای رسیدن به حقوق بشر، به دموکراسی، به سکولاریسم نیازمند یک شجاعت هستیم که باورهای گذشتمون رو نخوریم. خب برگردیم به بحث برشکستگی عقایده. البته این برشکستگی که من عرض کردم برشکستگی عادی است، یعنی یک تاجری به دلیل اینکه شرایطی در بیرون حادث میشه دیگه توانایی این رو نداره که درآمدش بیشتر از مخارجش باشه. یعنی اگر 50 تومن خرج بیکنه 100 تومن در بیاره، بلکه شرایط بیرونی سبب میشه که او وقتی 100 تومن در میاره 200 تومن هزینه میکنه و به مرور برشکسته است. عقاید هم همین گونه و ما اشاره کردیم برای یک تاجر عواملی مثل تحریم، جنگ، قحطی، خشکسالی، غرق شدن کالاش در دریا و انواع و اقسام این چیزها میتونه سبب برشکستگیش بشه. عقاید هم همینه، یعنی از بیرون اندیشه های جدیدی ایجاد میشه که اون باورهای قبلی شما رو به چالش میکشه، میبینید دیگه نمیتونید دفاع بکنید ازش. اگر تا دیروز میتونستید از حکومت دینی دفاع بکنید، امروز نمیتونید، چون کشورهای دیگری با دموکراسی، با آزادی، با حقوق بشر تونستن یک شرایط بهتری بسازن و شما میاندیشید که چه چیزی سبب شد که اونا از ما جلو بزنن، تکنولوژی رو به خدمت بگیرن. شما همون داستان پرسش معروف عباس میرزا همینه. چه چیزی سبب شده که ما از شما عقب بمونیم؟ مگه همین خورشید نیست که اولا تازه به ما میتابه بعد به طرف شما میاد؟ و سوال میکنه که چه چیزی سبب شده ما بدبخت باشیم ولی شما پیشرفت؟ و بعد وقتی این رو متوجه میشه، سعی میکنه ارتش مدرن بسازه، یک نظم و نسقی به کارها بده. اندیشه قانون از کجا آمد در دوران قاجار؟ در گذشته ما چیزی به اسم قانون نداشتیم. قانون یعنی پادشاه، هرچه او میگفت قانون بود. یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما
این بود که استبداد وضعیت ما رو بر روی ثبات ننداخته بود. همیشه کشور ما دستخوش تمایل یک شخص بوده. اگر اون آدم آدم خوبی بود، کشور ما میتونست امنیت داشته باشه، آسایش داشته باشه. اما اگر خلقیات اون آدم بد بود، کشور در حال جنگ بود، مشکلاتی داشت. یعنی سرنوشت یک مملکت وقتی قانون در اون نیست، پیوند میخوره با خلقیات یک شخص. شما سلیمانی امیری رو میذارید حاکم یک کشور، حرف او قانون. مناسبات جامعه چطور اداره میشه؟ بر اساس خلقیات من. اگر از یک چیزی ناراحت باشم حکم میکنم، اگر از یک چیزی خوشم بیاد حکم. بعد سرنوشت کشور با خرد جمعی که در قانون متبلبر میشه نیست، بلکه با تمایلات ایمان سلیمانی امیریه. فراز و فرودهای کشور ما حاصل همین هاست. اگر در زمان آقا محمد خان موفقیم، در زمان فتلی شاه که برادرزاده او و جانشین اوست به ادبار میفتیم، برمیگرده به بعضی از خلقیات اینها. البته من مناسبات دیگه هم دخیلن، عرض کردم در مسائل اجتماعی سیاسی هیچ وقت تک علتی نیست، علل مختلفی داره. اما یکی از مهمترین علل اون خلقیات افراد در درون جوامع استبدادی است. چون اون جامعه با خلقیات اون شخص داره اداره میشه، با دیدگاه اون شخص داره اداره میشه. سال 57 وقتی انقلاب شد، خلقیات جامعه ما در کنف قدرت و فکر یک روحانی قرار گرفت. خواست با دنیا بجنگه، خواست تحریم کنه، خواست فلان کنه، هر کار کرد، صدور انقلاب کنه و تاوانش رو ما دادیم. هیچ وقت در مجلس مطرح نمیشه اینها که آقا این کار درسته؟ آیا حمله به سفارت خونه کار درستی؟ آیا بحث صدور انقلاب کار درستیه؟ اصلا کسی جرأت نداره حرف بزنه. وقتی امام میگن که حمله به سفارت از اون انقلاب اول بزرگتره، این انقلاب دوم، مگه کسی جرأت داره حرف بزنه؟ چون حرف او قانونه، حرف او تعیین کننده و خط مشی سیاسی ماست. جوامع رو به سمت قانون رفتن که اداره جامعه به خلقیات یه انسان مربوط نشه. که اگه پادشاهمون خوب بود، وضعمون خوب باشه، پادشاهمون بی عرضه بود، بی لیاقت بود، ناتوان بود، وضعمون بد باشه. درباریا به جان هم بیفتن، دیوان سالاران، نظامیان و در سطح پایین اون مردم بیچاره که تاوان این قدرت طلبی گروه ها رو بده. در سطح کلان این مسائل مربوط به استبداد کیش شخصیته، چیزی که در نظام های توتالیتر به راحتی میتونید ببینید. دیگه نه تنها قانون میشه هیتلر، بلکه ملت میشه هیتلر، ملت میشه استالین. مثلا او تجلی ملت، تجلی قانونه، تجلی حقه. رگه های از این کیش شخصیت رو ما در درون اندیش های دینیمون هم داریم. حالا امام هست، مرجع تقلیده، یعنی تقلید از قلاده، از قلاده، همین چیزی که الان به گردن حیوانات میذارن به هر سمتی میکشونن، تقلید از همون قلاده. یعنی اختیار تو دست من در امور شرعی، در اموری که تکلیف داری. من وقتی به تو گفتم این کارو بکن، دیگه شما نمیتونی بگی نه، چون تو عقلت نمیرسه. من دارای این دانش. وقتی این زمینه ها وجود داره، یک فقیه بر مسند قدرت میشینه. خب زمین های فکریش هم هست، او هم در اون جایگاه قرار میگیره. اهمیت قانون برای ما اینه که سرنوشت یک کشور رو از اختیار تمایلات و هوا و هوس یه پادشاه بیرون بیاریم، یه ولی فقیه بیرون بیاریم، بدیم دست مردم، دست اقلای جامعه. فرق قانون و حکم یا رأی همینه. حکم امری است که از جانب یک مرجع بالاتر میاد
و افراد مکلف حق ندارن در اون چون و چرا بکنن. این حکمه، یه حکم الهی است. حکم الهی یعنی که چون و چرا نداریم، حکم امام چون و چرا نداریم. اما قانون ماحصل خرد و عقلانیت جمعه که میشینن دور هم دیگه در مورد یک طرحی، برنامه‌ای، یک سازماندهی، یک نهادی بحث میکنن که اصلا ما اینو میخوایم یا نمیخوایم. وقتی جوامع دستخوش تمایل یک شخص نیستن، احتمال به خطا افتادن کمتره، کشور نابود نمیشه. یک دفعه به خاطر مشکلات روحی و روانی یک شخص پادشاه یا ولی فقیه مجبور نیست با دنیا در بیفتی، با دنیا بجنگید. چرا؟ چون آقا خوشش نمیاد، آقا این نوع مراودات دوست نداره. نه، منافع ملی اقتضا میکنه در مجلس بحث گذاشته میشه که آقا از عدم ارتباط با آمریکا ما چقدر خسارت داریم میبینیم در سال. این گزارشات منتشر میشه و مردم نظر میدن که بله آقا ما میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم، نیاز به دشمنی نیست. اما وقتی یه آقای اون بالاست با دیدگاه ایدئولوژیک میگه نه خیلی اصلا برای من مهم نیست 80 میلیون چی میگن، مهم اینه که من چه فکر میکنم. اهمیت قانون در اینجاست. وقتی حکومت دینی کارکردش رو نشان داد همه فهمیدن. قبل از جمهوری اسلامی یه اختلافی بود همیشه بین فقها که آیا باید حکومت دینی داشت یا نداشت. یه عده میگفتن نه خیر، حکومت دینی زیاد خوب نیست. حالا دلایل شرعیش هم داشتن، دلایل عقلیش هم داشت. یه عده دیگر آمدن گفتن نه خیر، اتفاقا حکومت دینی خوبه. و مضحک‌ترین جاش هم کسانی هستن که آخوند نبودن اما سنگ دین رو بیشتر به سینه می‌زدن، مثل مهدی بازرگان. رو در آینده اگر فرصت بشه نگاهی خواهیم کرد به این مثلا روشنفکرانی که چگونه این مملکت رو در چاه انداختن. بعد از استقرار جمهوری اسلامی دیگه همه فهمیدن، دیگه آن نظریه پردازی ها به روی دایره افتاد، از پرده برون آمد و فهمیدن که حکومت دینی چه فجایعی میتونه به دنبال بیاره. خب ما بحث ورشکستگی به عادی و تقصیر و تقلب رو برای جلسه آینده هم خواهیم داشت با توجه به اینکه وقتمون هم به اتمام رسید. من عرضم رو تا اینجا جمع کنم و برای برنامه آینده که ادامه همین بحث ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی عادی و تقلب هست رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون فارس و جناب شهرتی نازنین. تا فرصتی دیگر بدرود و خوش باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب